با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان بیننده، آرزویی را داریم که هفته زیبا و سرسبزی را گذرانده باشین. در خدمت شما قرار داریم با برنامه فرهنگی ادبی کتیبه. امید داریم که تا آخر برنامه با ما همراه باشین. اما با هم میبینیم که در این هفته به چه موضوعاتی پرداخته شده است. معرفی مکتب آیدیالیسم، معرفی هگل، فیلسوف آلمانی، نشر کتاب مرثیه آفتاب، نشر کتاب این ابر در گلو مانده، تولد ازار لومیس پاند، شاعر و نویسنده معروف آمریکایی، درگذشت ژان لوفنتن، شاعر و افسانه نویس مشهور فرانسوی، برگزاری محفل نوروز با شعر و گیتار. آیدیالیسم از ایده به معنای تصورات ذهنی اهم از حسی، خیالی یا عقلی و آرمانگرایی، یعنی مسلک کسانی که تنها ایده و تصورات ذهنی و واقعی را می دانند و به وجود خارجی جهان خارج و یا به عبارت دیگر به وجود جهان مستقل از ادراک قائل نیستند گفته می شود. آرمانگرایان به واقعیت‌های خارجی مانند آسمان، زمین، حیوان، اشخاص دیگر و به طور کلی آنچه که با حس درک می‌شود، یعنی اعتقاد به وجود خارجی نداشتند و همه جهان را خیال و پندار می‌دانستند و می‌گفتند ما جز واقعیت، وجود خود و یک رشته پندارهای ذهنی به وجود چیز دیگری در جهان اعتقاد نداریم، زیرا آنچه را که جهان خارج از خود می‌نامیم به هیچ وجه نمی‌توانیم درک کنیم مگر با قوه ادراک حواسی خود، و قوه ادراک چیزی بیش از تصورات مختلف در اختیارمان قرار نمی‌دهند. انسان‌های بزرگ مانند عقاب‌اند که آشیانه خود را بر فراز قله‌های بلند تنهایی می‌سازند. شوپنهاور. آیدیالیسم، دیدگاه فلسفی که امروز از آن با نام آرمانگرایی یاد می شود، اغلب به یک کشش ایرلندی به نام جورج برکلی نسبت داده می شود. در یگانه انگاری، برخلاف دوگانه انگاری، فقط و فقط یک شالوده برای جهان هستی در نظر گرفته می شود. یگانه انگاری را می توان بر دو قسمت دانست: ماتریالیسم و آرمانگرایی. کسانی که معتقدند ماده قبل از پیدایش شعور وجود داشته و شعور نتیجه تکامل طولانی ماده است، ماتریالیسم ها نام دارد. ماتریالیسم اندیشه ها را زاییده و محصول فعالیت مغز انسانی می شمارند. کسانی که معتقدند شعور مقدم بر ماده و مستقل از ماده است و به صورت عقل محض یا به صورت محسوسات و ذهنیات انسان خالق جهان مادی است، ایدئالیست ها نام دارند. آنها اندیشه و شناخت را عامل اولیه و مبدا نخست و دارای تقدم می شمارند. در حقیقت آرمانگرایان معتقدند که جهان هستی به طور کامل از نوع ذهنی و یا روحانی است و جنبه ماتریالیستی به هیچ گونه وجود ندارد. لذا هر آنچه که در این جهان وجود دارد فقط زایده حواس و ذهن است. با اینکه فلسفه آرمانگرایی هرگز در میان اکثریت فلاسفه عمومیت و رونق نیافت، با این حال این دیدگاه فلسفی هرگز از نظر منطقی منتفی نگردید است. دیدگاه فلسفی که امروز از آن با نام آرمانگرایی یاد می شود، اغلب به یک کشش ایرلندی با نام جورج برکلی نسبت داده می شود. نشریه‌ای که در آن برکلی با تشریح نظریات خود من جمله آرمانگرایی پرداخت، در واقع آرمانگرایی به معنای اصالت تصور و در مقابل واقع‌گرایی قرار دارد که به معنای اصالت واقع یا اصالت وجود خارجی موجودات جهان محسوس است، و آرمانگرا کسی است که جهان خارج از ذهن را منکر است.
از آرمانگرایان مشهور یونانی باستان میتوان با پروتاگوراس و گرگیاس و از آرمانگرایان جدید با باریکلی و شوپنهاور اشاره کرد. در میان متفکرین تاریخ میتوان با معتقدین به آرمانگرای هگل، ادموند، هورسل، هنری برکسون، جان استوارت میل، آلفرد جولایر، فرانسیس هربرت بردلی، جوزایر رویز، جاناتان ادواردز، آرتر کولر و برتراند راسل را نام برد. چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی مثل من رفتار کن. کانت.